درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم. درست در روزی که نمایندگان مجلس اسرائیل تحت فشار شاهزاده رضا پهلوی از درخواستشان برای حمایت از تجزیه ایران عقب نشینی کردند، مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار جمهوری اسلامی گفت به زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بپردازیم. سجاد پادام، یکی از مقامات ارشد وزارت کار جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت در گفتگویی گفت 300 هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است ما هم مثل یونان که برای مطالبات بازنشستگانش حدود 100 جزیره را فروخت، مجبور شویم کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده. یونان میگم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استخراجی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر. چون ما حتی اگه الان 2 میلیون بشکه نفتمون هم آزاد بشه و بفروشیم و پولش هم جرینگی به حسابمون بیاد، احتمالاً تو سال آینده بازم در واقع این هزینه ها رو پاس کردنش برامون سخته. شاید هزینه پاس کردن یه مقدار آسون بشه، ولی قطعا دیگه همچنان عمران نداریم. این مقام وزارت کار جمهوری اسلامی همچنین وضعیت پروژه های عمرانی کشور را فاجعه بار توصیف کرد. ما تو 5 ماه باید 85 هزار میلیارد تومان در عمران خرج می کردیم، عمل کردش 13 هزار میلیارد تومان بود. 1401، یعنی حدود 20% اون چیزی که برنامه ریزی کردیم در عمران در واقع تحقق پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی ما در این شرایط با این وضعیت اولویت اولمون پاس کردن هزینه های حقوق مستمریه. میبینید سیاسیون چه بلایی سر صندوق آوردند. بحران مالی و اقتصادی در ایران به خاطر ناتوانی و ناکارآمدی حکومت و فساد گسترده مقامات و نوچه ها و فرزندانشان به جایی رسیده که به گفته سجاد پادام اگر جمهوری اسلامی روزانه 3 میلیون بشکه نفت هم بفروشد، باز هم نمیتواند بحران صندوق بازنشستگان را حل کند. تاریخ بنویسد، عده‌ای همبسته شدند ایران را تجزیه کنند، خودشان تجزیه شدند. تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور یکی از نکات کلیدی در تبلیغات نظام جمهوری اسلامی است. یکی از ترفندهای رسانه‌ها و مقامات حکومتی برای حمله و تخریب مخالفان و براندازان، متهم کردن آنها به تلاش برای تجزیه کشور و حمایت از جدایی طلبان است. اما در حالی که یک مقام ارشد نظام جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند حکومت به زودی به خاطر ضعف و ناتوانی و ناکارآمدی مجبور است بر تمامیت ارضی کشور چوب حراج بزند، شاهزاده رضا پهلوی موفق شد با موضع‌گیری به موقع نمایندگان مجلس اسرائیل را مجاب کند تا از حمایتشان از تجزیه ایران عقب نشینی کند. در روزهای گذشته 32 عضو پارلمان اسرائیل در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور درخواست کرده بودند تا اورشلیم از تشکیل آنچه که آذربایجان جنوبی خوانده شده بود حمایت کند. منظور این نمایندگان از آذربایجان جنوبی تشکیل کشوری جدید از بخشای شمال غرب ایران است که مردم آن آذری زبانند. انتشار این نامه با سربرگ رسمی پارلمان اسرائیل خشم بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی را برانگیخت. خیلی باعث تعجبم بود که در چنین زمانی که همیهنانمون متحد هستند و در رابطه با آینده کشورشون یک صدا از شاروشه هم که صحبت میکنن، برخی نمایندگان چنین موضعی گرفتن که در واقع یه موضع شکاف‌انداز و تقسیم کننده هستش. شاهزاده رضا پهلوی که اخیراً به اسرائیل سفر کرده بود به انتشار این نامه واکنش نشان داد و آن را نابخردانه و تعرض به تمامیت ارضی ایران خواند. آقای پهلوی در توییتی نوشت تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی است.
این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی است که با آنها داشتم. امروز نگرانی خودم و هم میهنانم را به اطلاع دوستانمان در اورشلیم رساندم. امیدوارم که آنها با شفاف سازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی شوند که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودند. در پی واکنش تند شاهزاده رضا پهلوی، برخی از مقامات دولت اسرائیل دست به کار شدند. ظاهراً گیلا گامیلیل، وزیر اطلاعات اسرائیل که به هنگام سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور از او استقبال کرده بود، شخصاً با نمایندگان امضا کننده نامه تماس گرفته و آنها را قانع کرده که امضایشان را پس بگیرند. او در توییتی به فارسی نوشته: پس از آنکه از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل را برای عقب نشینی از این نامه و متن آن قانع کردم. او افزوده: مبارزه با رژیم تندروی دینی خواست مشترک ملت‌های بسیاری است و ما باید این راه را همواره ادامه دهیم. همونطور که می‌دونید، برای من تمامیت ارضی ایران مسئله کلیدی است و خط قرمز من، و به هر حال در واقع می‌خواستم اعتراض کرده باشم به این نامه. عقب نشینی نمایندگان اسرائیلی از نامه‌ای در حمایت از تجزیه ایران، آن هم در واکنش به اعتراض شاهزاده رضا پهلوی، نشان می‌دهد او بیش از هر زمان دیگری در صحنه بین‌المللی جدی گرفته می شود. در حالی که مقامات حکومت جمهوری اسلامی امروز اعتراف می کنند که حکومتشان حتی توانایی حفظ تمامیت ارضی کشور را ندارد و به زودی مجبور است نقاطی را همچون خزر و خلیج فارس به حراج بگذارد، شاهزاده رضا پهلوی نه با کمک حزب الله و حماس و موشک و گلوله، بلکه تنها با یک توییت توانست یک رویداد مهم سیاسی را رقم بزند. جالب اینجاست که رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی در تبلیغاتشان مدعی بودند نامه نمایندگان اسرائیلی در حمایت از تجزیه ایران به خاطر سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور و حمایت او از تجزیه طلبان بوده. سوال آخر این که چرا بعد از سفر رضا پهلوی به اسرائیل این نامه به امضا رسید؟ در واقع یه بخشش برمیگرده به نقشی که رضا پهلوی در اختشاشات سال گذشته انجام داد و عملاً همراهی کرد با گروه‌های تجزیه طلب و هیچ برخوردی و هیچ موضع صریح و روشنی نه تنها در مقابل تجزیه طلب‌های کرد و پانترک نگرفت، بلکه حتی در کنار اونها نشست و در کنار اونها عکس گرفت و عملا نشون داد که با مسئله تجزیه ایران همراهی میکنه. و این سفری هم که به سرزمین‌های اشغالی داشت عملا پیامی بود از طرف اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران که در واقع جمهوری اسلامی ایران رو متوجه این مسئله بکنه که اسرائیل در پس اپوزیسیون ایرانی قرار داره و پشت جریان براندازی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر رژیم تل‌آویو هستش. تل‌آویو میخواست این پیام رو به تهران ارسال بکنه و برای همین رضا پهلوی رو به تل‌آویو بردن و اون برنامه های مضحک سفر رو براش تدارک دیدن، بدون اینکه توجه داشته باشن که اصلا رضا پهلوی چقدر وزن داره. البته حقیقت چیز دیگری است. به نوشته رسانه های اسرائیلی، نامه 32 نماینده پارلمان اسرائیل در پی دیدار دو هفته پیش الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل از جمهوری آذربایجان و به دنبال درخواست جامعه یهودیان این کشور مطرح شده بود. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.